حزب راست افراطی در ایتالیا تلاش های جامعه اسلامی برای تغییر کاربری کلیسای سابق واقع در یک بیمارستان به مسجد را ناکام گذاشت. هفته گذشته تعدادی از مسلمانان زحمت زیادی کشیدند تا در یک مزایده در شهر شمالی برگامو در ایتالیا از کلیسای ارتدکس رومی برنده شوند و سالن کلیسای سابق در بیمارستان را که برای امور مذهبی استفاده میشد از آن خود کنند با این حال با مداخله سیاستمداران حزب راست افراطی لیگ ایتالیا در منطقه ثروتمند لومباردی که شهر برگامو را نیز شامل می شود این پروژه ناتمام ماند و آنها به بهانه حفاظت از اماکن فرهنگی از نفوذشان برای مقابله با مسلمانان استفاده کردند اتلیل یو رئیس دولت لومباردی و یک سیاستمدار لیگ در توییتر خود در این باره نوشت هرگز نباید یک کلیسا برای فروش گذاشته شود و تعجب می که بیمارستان چنین کاری کرده است به هر حال ما مانع این کار می و اجازه تجدید نظر نیز به هیچ عنوان داده نمی شود او گفته که این تصمیم بدیم معناست که همکنون دولت باید این ملک را خریداری کند گفتنی است قبلا متیو سالیوانی رهبر لیگ مدعی شده بود که فرهنگ و جامعه ایتالیایی در خطر نابودی توسط اسلام و اسلامی شدن قرار دارد لازم به ذکر است بر اساس آمار اعلام شده توسط مرکز تحقیقات پیو جامعه ای اسلامی در ایتالیا در سال 2010 سه و درصد جمعیت داشته که این رقم اگر به همین شکل افزایش داشته باشد به چهار و نه درصد تا سال 2020 خواهد رسید.